بنابر این چاره ای نیست جز اینکه او را بپذیری و مراقبش باشی. با آن جنگ نکن، سعی نکن او را سرکوب کنی. حالا وقت سرکوب کردنش نیست. فقط باید نسبت به او آگاهی بیشتر و افزونتری پیدا کنی و این آگاهی نگرش کاملا جدیدی را به ارمغان خواهد آورد. تو به آنجا میرسی که میدانی نه مردی و نه زن. زن بودن فقط یک نقش بود که باید بازی میکردی. اکنون این نقش توسط نقش دیگری جایگزین شده است. حالا دیگر بخش واپس خورده رو آمده است. اکنون بخش مغلوب پرچم خود را فاتحانه به اهتزاز درآورده است. اما تو هیچ کدام نیستی. به همین دلیل هم این بازی امکان پذیر است. اگر تو واقعاً به طور کامل زن بودی، انرژی‌های مردانه نمی‌توانستند تو را به تصرف درآورند. تو نه زنی و نه مرد. روزی بخش زنانه‌ات قدرتمندتر بود و نقش بازی می‌کرد. اکنون بخش دیگر سعی دارد نقش بازی کند. همه پیرزن‌ها حالت مردانه‌تری به خود می‌گیرند. به همین دلیل هم مادرزن‌ها و مادرشوهرها آنقدر خطرناکند. این اتفاقی طبیعی است. در این مورد هیچ کاری نمیتوان کرد. تو فقط باید هوشیار و آگاه باشی. باید گوش به زنگ گوشه‌ای بیستی و کل بازی را تماشا کنی. آنگاه ماهیت سومی که هیچ کدام از اینها نیست رخ می نماید. تو فقط یک شاهدی، یک روح شاهد. مردانگی در جسم است. زنانگی هم در جسم است. ذهن سایه ها و انعکاس ها را دنبال می کند. در اعماق هسته وجودت هیچ کدام از اینها نیست، نه مرد و نه زن. اکنون این حقیقت را باید درک کرد و وقتی آن را درک کنی می توانی به سرتاپ های این قضیه بخندی. همین که به این حقیقت پی بردی، تمامی نیروی خشم، آن شقاوت و صعوبت از میان می رود. تو دوباره زن نخواهی شد، مرد هم نخواهی شد، تو کاملا متفاوت خواهی شد. و این چیزی است که واقعا هستی، همان چیزی که دین آن را تعالی یا رفتن به فراسو می‌خواند. انسان تنها حیوانی است که قادر است از خودش فراتر برود. زیبایی همین است، اینکه او می‌تواند از مرد، زن، این نقش، آن نقش، بد، خوب، اخلاقی، غیر اخلاقی فراتر رود. او می تواند همه را پشت سر بگذارد و به نقطه‌ای برسد که فقط آگاهی ناب است و بس. فقط ناظری ایستاده بر بلندی، یک دیده‌بان. بنابر این نگران نباش، فقط آن را زیر نظر بگیر، خوش باش. یائسگی، و این فقط یک مشکل زنانه نیست. صفحه 166. مردی 48 ساله میگوید که دچار وقفه جنسی است، به این صورت که وقتی با یک زن به سر میبرد تمایلی ندارد بگوید واقعا از او چه میخواهد. او خودش هم متوجه شده است که قوای جنسیش ظاهرا رو به تحلیل میرود. وقتش رسیده ها؟ حوالی 49 سالگی یائسگی نه فقط به سراغ زنها که به سراغ مردها هم می آید. یائسگی مرد بسیار نامحسوس است ولی به هر حال وجود دارد. اکنون حتی تحقیقات علمی هم همین را ادعا می کنند. این موضوع قرنهاست برای تانترا واقعیتی مسلم و شناخته شده بوده است. چون اصولاً ترکیب شیمیایی مرد و زن نمیتواند آنقدرها با هم تفاوت داشته باشد. فرق دارند اما نه تا این حد. زن حوالی 12-13-14 سالگی از نظر جنسی بالغ می شود و مرد دوروبر همین سنین به بلوغ جنسی می رسد. آن وقت این خیلی غیر منصفانه است که زن حوالی 49 سالگی یائسه شود ولی مرد یائسگی نداشته باشد. این نعوذ بالله ثابت می کند که خدا هم یک جنسیت پرست افراطی طرفدار مرد هاست و این نابرابرانه و غیر ممکن است.
مردها یک فرقی دارند و به همین خاطر هم هست که تا به حال دستشان رو نشده است. اما در چند ساله اخیر تحقیقات بسیاری انجام گرفته است و پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که یائسگی برای مرد هم وجود دارد. درست مثل خانم ها که هر 28 روز قاعده می شوند، مردها هم قاعدگی دارند. زن برای 3-4 روز وارد حالت افسردگی و منفی‌گرایی می شود. مرد هم همینطور. اما چون خونریزی زن قابل مشاهده است، این علائم قابل توجیه است و چندان تعجب آور نیست. و زن هم می داند که دارد قاعده می شود و افسردگی و منفی‌گرایی به سراغش می آید و در درون بسیار اندوهگین و گرفته می شود. رهش مرد به آن صورت قابل مشاهده نیست، بلکه هر ماه مقداری انرژی آزاد می شود. مرد هم برای 3 یا 4 روز قربانی افسردگی و منفی‌گرایی است. اگر برای چند ماهی از تغییرات خلقی خود یادداشت بردارید، متوجه می شوید که دقیقاً پس از 28 روز دوباره برای مدت 3-4 روز ناگهان و بدون هیچ دلیلی احساسات منفی پیدا می کنید. کافی است یک دفترچه یادداشت روزانه به همراه داشته باشید تا این موضوع برایتان روشن شود. از قضا حوالی 49 سالگی سر و کله یائسگی پیدا می شود. جای هیچ نگرانی نیست. این امری طبیعی است. انرژی های جنسی رو به کاهش می گذارد. اما با افت انرژی های جنسی، انرژی های روحی معنوی می تواند افزایش پیدا کند. اگر شخص گام درستی بردارد، آنگاه افت انرژی جنسی می تواند به افزایش انرژی های روحی معنوی تبدیل شود. زیرا این همان انرژی است که می تواند به سمت بالا حرکت کند و وقتی میل جنسی کاهش می یابد، امکان بیشتری برای اوج بخشیدن به انرژی های شخصی وجود دارد. بنابراین با دیدی منفی با آن برخورد نکن. این می تواند موهبت بزرگی باشد. فقط آن را بپذیر. نیازی نیست روی آن کار کنی. فقط قبولش کن. بگذار همانطور که هست باشد و با این تغییرات به عنوان وقفه یا انسداد برخورد نکن. این اشتباه محض است. اگر جوان 20 و یا 25 ساله کاهشی در انرژی جنسی خود احساس کند، آن وقت وقفه ای روی داده است و باید کاری کرد. اگر مردی پس از 49 سالگی در خود افت جنسی احساس نکند، بیشک اشکالی در کار است. باید فکری کرد. مفهوم آن این است که او به سمت بالا حرکت نمی کند، گیر کرده است. و در غرب این به مشکل بزرگ جوامع بشری بدل شده است. چون در غرب چنین به نظر می رسد که زندگی جنسی تنها نوع زندگی آدم هاست. به همین علت لحظه ای که انرژی جنسی رو به کاهش می گذارد، مرد تقریبا احساس می کند دارد می میرد. در شرق ما با افت انرژی جنسی خود بیشتر احساس خوشحالی می کنیم. فوق‌العاده خوشحال، چون آن بلوای درونی، آن کابوس برای ما تمام شده است. هیچ جای نگرانی نیست، هیچ وقفه‌ای در کار نیست. در عرض یک سال همه چیز رو به راه می شود و تو به سطح بالاتری قدم می گذاری. تو از این پس قادری زندگی را در نوری دیگر و با رنگی متفاوت نگاه کنی. در این نور دیگر مردها آنقدرها مرد و زنها آنقدرها زن نخواهند بود. به جای مردها و زنها انسانهای بیشتری در این دنیا وجود خواهند داشت. و این دنیایی کاملا متفاوت است، دنیای انسانها. در حقیقت نگاه کردن به یک زن به عنوان یک زن و نگاه کردن به یک مرد به عنوان یک مرد کار صحیحی نیست، اما مسائل جنسی موجبات این تقسیم بندی را فراهم آورده است. وقتی مسائل جنسی دیگر معیاری زورکی برای تقسیم بندی نباشد، آن وقت تو به جای زنها و مردها انسانها را مشاهده می کنی.
پیر کثیف صفحه 170. به دلیل سابقه بس طولانی سرکوبگری در اجتماع است که پیر کثیف وجود دارد. اگر به مردم اجازه دهند زندگی جنسی خود را شادمانه پشت سر بگذارند، نزدیک به سن 42 سالگی، یادت باشد دارم میگویم 42 سالگی نه 84 سالگی، کم کم فشار هیجانات جنسی از روی شخص برداشته می شود. درست همانطور که در 14 سالگی میل جنسی به وجود می آید و بسیار نیرومند می شود، دقیقاً به همان طریق در 42 سالگی شروع می کند به تحلیل رفتن و ناپدید شدن. این سیری طبیعی است و وقتی میل جنسی از بین رفت، این انسان پیر عشق و محبتی از نوع کاملاً متفاوت در دل دارد. در عشق او هیچ شهوتی، هیچ هوا و هوسی نیست. او از جان این عشق چیزی نمی خواهد. عشق او دارای خلوص است، دارای معصومیت، صفا و بی‌آلایشی است. عشق او یک سرخوشی است. نیروی جنسی به تو لذت می بخشد، اما به این شرط که آمیزش جنسی داشته باشی. آن وقت نتیجه پایانی آن لذت است. اگر شور و هیجان جنسی اهمیت خود را از دست داده باشد، سرکوب نه، بلکه چون آن را چنان عمیق تجربه کردی که دیگر قدر و ارزشی برایت ندارد، آنگاه آن را از حفظی. میدانی که چیست؟ دانش همواره آزادی به همراه دارد. تو زیر و بم و چند و چونش را میدانی و چون میدانی، برای تو کتابی خوانده شده است. معمایی است که حل شده و دیگر چیزی برای کشف کردن ندارد. در آن دانستن کل انرژی جنسی به عشق و محبت تغییر ماهیت می دهد. شخص از سر نشاط و شعف درون عشقش را نثار می کند. آنگاه کسی که به پیری می رسد زیباترین و پاکترین انسان روی زمین می شود. در هیچ زبانی به اصطلاح پیر تمیز بر نمی خورید. من که تا به حال به گوشم نخورده است. اما اصطلاح پیر کثیف تقریبا در همه زبانهای دنیا وجود دارد. دلیلش آن است که جسم پیر و فرسوده می شود، خسته می شود، دوست دارد از دست هرچه تمایلات جنسی است رها شود. اما ذهن به دلیل واخوردگی و تمایلات سرکوب شده هنوز در آتش این اشتیاق می سوزد. وقتی جسم آماده نیست و ذهن پیوسته برای کاری که جسم از انجامش عاجز است تو را به خود مشغول می دارد، آن پیر مرد یا پیر زن به واقع در ریخت و پاش و کثافت دست و پا می زند. چشمهایش تشنه و طمع‌کار است و بدنش بیروح و مرده. ذهنش مدام او را تلنگر می زند. کم کم نگاهی کثیف، چهره‌ای کثیف به خود می گیرد. کم کم نمایی کریه و نفرت انگیز پیدا می کند. به یاد داستان مردی می افتم که تصادفاً از پشت در شنید که زن و خواهرزنش درباره سفرهای تجاری فراوان او به خارج از شهر صحبت می کردند. خواهرزن به زن می گفت که نباید از هتل‌های شیک و مجللی که آن همه زن‌های مجرد و خوشگل توی آن می‌پلکند بی خیال رد شود. و زن گفت: منو نگرانی؟ برای چی؟ او هیچ وقت به من خیانت نکرده. خیلی با وفاست، خیلی محترم و با نزاکته. دیگر سن و سالی از او گذشته. بدن دیر یا زود پیر می شود. چاره دیگری نیست. اما اگر به جای سیراب کردن آتش امیال و آرزوهایت آنها را ناکام رها کرده باشی، فریادشان در می آید و جنجال به پا می کنند. مجبورند چیزی نفرت انگیز و مشمئز کننده در تو به وجود آورند. یا برعکس، این پیرمرد یا پیرزن به زیباترین انسان روی زمین تبدیل می شود. چون به معصومیت و بی‌آلایشی کودکی یا حتی بسیار ژرف‌تر از آن دست یافته
و پیری دنیا دیده و فرهیخته می شود. اما اگر امیال و آرزوها هنوز مثل چشمه های آب زیرزمینی در حال فوران باشند، آنگاه بلوایی در درونش برپا شده و به همان پیر ژولیده پولیده و کثیف تبدیل می شود. مرد سال خورده ای را در حین ارتکاب آزار جنسی به یک زن جوان دستگیر می کنند. در دادگاه قاضی که می بیند متهم پیرمردی 84 ساله است، اتهام او را از تجاوز به عنف به حمله با اسلحه بدون فشنگ تقلیل می دهد. اگر داری پیر می شوی، یادت باشد که دوران پیری نقطه اوج زندگی است. یادت باشد که پیری می تواند زیباترین تجربه زندگیت باشد، چرا که کودک امیدهایی برای آینده‌اش دارد. او در آینده زندگی می کند، آرزوهای بزرگی در سر می پروراند که این یا آن شود. هر بچه‌ای فکر می کند که قرار است آدم برجسته و بزرگی شود. الکساندر کبیر، جوزف استالین، ماو تسه‌تونگ. او در آینده در آرزوها و رویاهایش زندگی می کند. جوان بسیار تحت تأثیر غرایز خود قرار دارد. همه غرایز در او به انفجار در می آیند. هیجانات جنسی آنجاست. پژوهش‌های جدید نشان می دهند که مردها حداقل هر 3 دقیقه یک بار به فکر مسائل جنسی می افتند. زنها وضعیت بهتری دارند. این افکار حداقل هر 6 دقیقه یک بار به آنها هجوم می آورد. تفاوت بسیار است، تقریباً 2 برابر. شاید علت اختلاف بین زن و شوهرها همین باشد. هر 3 دقیقه یک بار مسائل جنسی به نوعی در ذهن جرقه می زند. مرد جوان چنان در تسخیر نیروهای طبیعی عظیم است که نمی تواند آزاد باشد و نفسی به راحتی بکشد. زیاده خواهی از سرش دست بردار نیست. وقت به سرعت می گذرد و او باید کاری بکند، کسی بشود. همه آن رویاها و آرزوها و اوهام دوران کودکی باید برآورده شود. او عجله دارد، دست پاچه است. فرد پیر و دنیا دیده می داند که همه آن رویاهای کودکی واقعاً بچگانند. می داند که ایام پرهیاهوی جوانی دیگر به سر آمده است. او در آرامش پس از طوفان به سر می برد. آرامشی که می تواند زیبایی و ژرفا و غنای فوق‌العاده‌ای دارا باشد. اگر فرد سال خورده واقعاً بالغ باشد که بسیار به ندرت چنین است، آنگاه زیبا و نورانی خواهد بود. اما مردم فقط بزرگ می شوند و سن و سال اضافه می کنند، ولی از رشد خبری نیست. و مشکل از همینجا آغاز می شود. رشد پیدا کن، بالغ شو، هوشیارتر و آگاهتر شو. دوران پیری آخرین فرصتی است که در اختیارت گذاردند. پیش از آمدن مرگ خود را آماده کن. و به راستی چطور می توان خود را برای مرگ آماده کرد؟ اگر هنوز با وجود آرزوهای مخفی در پستوخانه ذهنت بدنت دارد پیر می شود و از برآوردن آن آرزوها عاجز است، نگران نباش. روی آن آرزوها تعمق کن. آنها را زیر نظر بگیر. آگاه باش. کافی است آگاه و هوشیار و مراقب باشی تا آن امیال و آرزوها و انرژی ذخیره در آنها بتواند تغییر ماهیت دهد. اما پیش از فرارسیدن مرگ از قید و بند هر آرزویی آزاد باش. وقتی میگویم از بند هر آرزویی آزاد باش، فقط منظورم هدف آن آرزوست. آنگاه اشتیاقی خالص سر و پای وجودت را فرا میگیرد و آن اشتیاق ناب الوهیت است، خداست. آنگاه خلاقیت ناب است و بس، با هیچ هدف و مقصدی، با هیچ نشانی و جهتی، فقط انرژی خالص، انباره ای از انرژی که عازم هیچ کجا نیست
و این همان عصاره ناب بوداییت است. تلخ کامی صفحه 175. ما همه دلازرده ایم چون آنچه باید باشیم نیستیم. همه اوقاتشان تلخ است که این چه زندگی است. اگر همه اش همین است، همه اش پوچ و بی‌معناست. باید غیر از اینها چیز دیگری هم باشد و تا وقتی آن چیز پیدا نشود، چهره ها همه در هم کشیده است. و از این تلخ کامی، خشم، حسادت، خشونت، کینه و انزجار و همه نوع احساسات منفی سر بر می آورد. شخص پیوسته شاکی و گله‌مند است، اما شکایت واقعی جایی در اعماق وجودش خانه دارد. این فریاد خواهی بر علیه هستی است. من اینجا چه کار می کنم؟ چرا اینجا هستم؟ خبری که نیست. چرا مجبورم زنده باشم؟ با بود و نبود من که آب از آب تکان نمی خورد. زمان دارد از دست می رود و زندگی هنوز بی برکت می نماید. این موجب ملامت و تلخ کامی است. بی جهت نیست که پیر مردها و پیر زنها خیلی بد اونق و عبوس از کار در می آیند. زندگی کردن با آنها بسیار سخت است، حتی اگر پدر و مادرت باشند. خیلی سخت است چون تمام زندگی آنها دیگر از دست در رفته، رفته به داخل چاهک فاضلاب. این است که احساس تلخ کامی می کنند. آنها به هر بهانه‌ای متوسل می شوند تا احساسات منفی خود را بیرون بریزند. آنها هیجانات و آشوب‌های درونی خود را بر سر هر چیزی خالی می کنند. آنها نمی توانند کودکان را خوشحال، در حال رقص و آواز، در حال برآوردن فریاد شادی ببینند. آنها نمی توانند این چیزها را تحمل کنند. این شادی‌های کودکانه به جانشان نیش می زند چون آنها زندگیشان را از دست دادند. در حقیقت وقتی می گویند برو مزاحم نشو، منظورشان این است که چطور جرأت می کنی آنقدر با نشاط و سرزنده باشی؟ آنها مخالف جوانها هستند. جوانها هر کاری که می کنند، پیرها همیشه معتقدند که کارشان اشتباه است. در حقیقت آنها از دست همه چیز یعنی زندگی دلخورند و فقط به دنبال بهانه هستند. به ندرت می توانید پیرمرد یا پیرزنی پیدا کنید که عبوس و ترش رو نباشد. خوشرویی و خوشخلقی آنها به این معناست که زندگی را به یقین زیبا گذرانده و واقعاً به بلوغ رسیدند. آنگاه افراد پیر و سال خورده از چنان زیبایی و نورانیتی برخوردار خواهند بود که هرگز در هیچ جوانی یافت نمی شود. آنها از پختگی و کمال برخوردارند، سرد و گرم چشیدند. آنها خیلی چیزها دیدند، خیلی چیزها از سر گذراندند و اکنون شکر خدا را به جا می آورند و نسبت به لطف و رحمت بی حسابش بسیار سپاس گذارند. اما پیدا کردن چنین پیر مرد یا پیر زنی بسیار مشکل است. چون چنین آدمی بوداست، مسیح است. فقط یک انسان بیدار می تواند در پیری عاری از بددلی و تلخ کامی باشد. چه مرگ به زودی از راه می رسد و زندگی از دست رفته است. پس به چه چیز دل خوش کند؟ نه، کارت بزنی خونش در نمی آید. درباره جوانان خشمگین حرف زیاد است، ولی هرگز هیچ جوانی نمیتواند به اندازه یک فرد سال خورده خشمگین باشد. هیچ کس از پیران خشمگین حرفی به میان نمی آورد. اما تجربه شخصی من که جوانان و پیران زیادی را زیر نظر گرفتم این است که خشم هیچ کس به پای خشم فردی سال خورده نمی رسد. تلخی و گزندگی حالتی از جهل است. تو باید از آن درگذری، باید با دست یافتن به آگاهی از آن پلی ساخته از روی این جهل خود بگذری. همین گذر یک انقلاب است.
لحظه ای که تو واقعا به ورای همه گله ها، همه نه ها قدم می گذاری، یک آری جانانه سر بر می آورد. فقط آری، 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 و بویی خوش و سرمست کننده شامه را می نوازد. انرژی تلخی و گزندگی به رایحه دلانگیز مبدل شده است. تغییرات تحولی از نه به آری، صفحه 178. آگاهی آزادی به ارمغان می آورد. آزادی این نیست که فقط برای کارهای درست آزاد باشی. اگر معنای آزادی این بود، این چه جور آزادی است؟ اگر فقط آزاد هستید که کارهای درست انجام دهید، پس آزاد نیستید. آزادی دلالت به هر دو شق دارد، انجام کارهای درست و نادرست. آزادی این حق را ایجاب می کند که بگویی آری یا بگویی نه. و این نکته‌ای بسیار دقیق و حساس است که باید آن را درک کنی. نه گفتن احساس آزادی بیشتری به انسان می دهد تا آری گفتن. من فلسفه بافی نمی کنم. این واقعیت ساده است که می توانی آن را در خودت مشاهده کنی. هر وقت می گویی نه، خود را آزادتر احساس می کنی. هر وقت می گویی آری، احساس آزادی نمی کنی. چون آری یعنی اطاعت، یعنی تسلیم. پس کو آزادی؟ نه یعنی خود رأی بودن، یک دندگی، کنار کشیدن. نه یعنی ابراز وجود، یعنی که آماده جنگ هستی. نه با وضوح بیشتری تو را معرفی می کند. آری ضعیف است، مثل ابر. نه بسیار سخت و محکم است، مثل یک صخره. روانشناسان می گویند که کودک بین 7 تا 14 سالگی می آموزد که بگوید نه. او با نه گفتن از زهدان روانی مادر بیرون می آید. حتی وقتی احتیاجی به نه گفتن نیست. حتی اگر آری گفتن به نفعش باشد، باز می گوید نه. خیلی چیزها در معرض خطر است. او باید یاد بگیرد بیشتر نه بگوید. در 14 سالگی هنگام بلوغ جنسی او آخرین نه را به مادر می گوید. عاشق زن دیگری می شود. این آخرین نه او به مادر است. او با این نه به مادر پشت می کند. حرفش این است: با تو دیگر کاری ندارم. من زن دیگری را انتخاب کردم. من فرد مستقلی هستم و خودم صلاح مملکت خیش را می دانم. می خواهم برای خودم زندگی کنم و سرم به کار خودم باشد. و اگر والدین اصرار داشته باشند که موهایت را کوتاه کن، او موهایش را بلند می کند. اگر والدین بگویند موهایت را بلند کن، او کوتاه می کند. خوب توجه کنید، بچه ی هیپی ها موهای کوتاه را انتخاب می کنند چون باید نگفتن را یاد بگیرند. اگر پدر و مادر بیخ گوش بچه بخوانند که پاکیزگی نیمی از ایمان است، بچه ها خودشان را به لجن می کشند. آنها شلخت بازی در می آورند، به حمام نمی روند و خودشان را تمیز نمی کنند. اصلا با صابون خداحافظی می کنند، بعد دلیل می تراشند که صابون برای پوست خطرناک است، ضد طبیعت است، هیچ حیوانی به تنش صابون نمی زند و تا دلتان بخواهد بهانه می آورند. اما اینها همه اش سرپوش گذاشتن بر آن چیزهایی است که ته دلشان می گذرد. واقعیت این است که آنها دلشان می خواهد بگویند نه. بنابراین وقتی می گویید نه، بگردید ببینید دلیلش چیست. نه حس آزاد بودن در تو ایجاد می کند و نه تنها این که احساس باهوش بودن هم به تو می بخشد. بله گفتن هوش و ذکاوت نمی خواهد. وقتی می گویی بله، کسی از تو نمی پرسد چرا.
وقتی بله را داده باشی، کسی به خودش زحمت نمی دهد بپرسد چرا؟ به هیچ نوع استدلال یا بحثی احتیاج نیست. تو بله را داده ای. وقتی می گویی نه، چرایی به دمش وصل است؟ نه گفتن تو را هوشمندتر جلوه می دهد، به تو ابهتی می دهد، اسم و رسم دارد می کند، آزادی به تو می بخشد. به روانشناسی نه دقت کن. انسان‌ها خیلی به سختی می‌توانند در هارمونی باقی بمانند و این به دلیل وجود ضمیر آگاه است. آگاهی آزادی به دنبال دارد و آزادی به تو ظرفیت نه گفتن می‌بخشد و در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که بگویی نه تا آری. بدون آری از هارمونی خبری نیست. آری هارمونی است. اما رشد یافتن و به بلوغ رسیدن زمان می‌برد. باید به آن درجه از کمال برسی که بتوانی آری بگویی و با این وجود آزاد بمانی و منحصر به فرد بودن خیش را حفظ کنی تا برده نشوی. آزادی حاصل از نگفتن آزادی بسیار کودکانه است که به درد بچه‌های 7 تا 14 ساله می‌خورد. اما اگر کسی در دام آن گرفتار شود و در سراسر زندگی جز نه نگوید، آن وقت از رشد یافتن بازی ایستاده است. رشد و بلوغ نهایی وقتی است که با همان وجد و نشاط کودکی که میگوید نه، بگویی آری. این یک دوران کودکی ثانی است و کسی که بتواند در کمال آزادی و نشاط بی هیچ تعللی، بی هیچ قید و بندی و بدون هیچ اکراهی بگوید آری، یعنی با شعف و نشاطی ساده و ناب، یک آری ساده و ناب به زبان بیاورد، او انسانی فرزانه است. او دوباره در هارمونی زندگی می کند و ویژگی هارمونی او کاملاً با هارمونی درختان، حیوانات و پرندگان متفاوت است، چون آنها نمی توانند نه بگویند و انسان فرهیخته در هارمونی به سر می برد، زیرا هنگام آری گفتن از روی اراده نه نمی گوید. همه ی ابناء بشر جایی بین این دو، یعنی بین پرندگان و بودا قرار دارند. انسانهایی روش نیافته، نابالغ، کودک صفت که سوزنشان گیر کرده و هنوز روی دنده لج افتادند تا شاید کمی احساس آزادی کنند. من نمیگویم نه گفتن را یاد نگیرید. میگویم یاد بگیرید به موقع نه بگویید. یک بند نه نگویید. آهسته آهسته خودت میبینی که با آری گفتن به آزادی ممتازتر و هارمونی عظیمتری دست میابی. انسجام و مرکزیت صفحه 182. همین حالا هم انسجام و یک پارچگی در کنه وجود توست. تو در مرکز اصلی وجودت انسجام یافته ای، وگرنه به هیچ وجه نمی توانستی وجود داشته باشی. چطور می توانستی بدون یک مرکز موجود باشی؟ چرخ عرابه به دلیل وجود مرکز ثابتی که چرخ حول آن میچرخد میتواند حرکت کند. چرخ به حول یک مرکز میچرخد. اگر چرخ در حال حرکت باشد، پس حتما مرکزی وجود داشته است که حول آن میچرخد. چه بدانی که این مرکز آنجاست و چه ندانی، فرقی نمی کند. تو زنده‌ای، نفس می‌کشی، بهوشی، دلاغاهی، زندگی در جریان است، بنابراین باید برای چرخ زندگی مرکزی باشد. شاید از وجودش بیخبر باشی، ولی این مرکز وجود دارد. بدون آن تو نمی‌توانی باشی. بنابراین نخستین و اساسی ترین چیز این است. مسئله شدن نیست. تو هستی، تو فقط باید به درون بروی و آن را ببینی. این یک کشف است نه اکتساب. تو در سراسر این راه آن را با خود حمل می کرده ای.
اما چنان به حاشیه چسبیده ای که به مرکز پشت کرده ای. تو بیش از حد به بیرون توجه داشته ای. این است که نمی توانی درون را بنگری. کمی درون نگری کن. واژه اینسایت واژه ای زیباست. یعنی مشاهده درون، مطالعه درون، دیدن درون. با پلک های باز و دست ها و پاهای کشیده به سمت خارج خاموش بنشین. همه اندام های بیرونی را لخت رها کن. چشم ها را ببند و فقط به شرف های درون برو. بدون کوچکترین تلاشی، فقط بدن خود را شل و لخت رها کن. گویی در حال غرق شدنی و هیچ کاری از تو ساخته نیست. هرچند ما حتی موقع غرق شدن هم دست و پا می زنیم و کاری می کنیم. اگر بتوانی به راحتی اجازه دهی که این لختی از خود بی خود شدن و آرامش سراسری خود به خود اتفاق بیفتد، آنچه در درون داری به سطح خواهد آمد و تو در میان ابرها شاهد طلوع آن مرکز خواهی بود. دو سبک زندگی وجود دارد. یکی سبک کنشی، یعنی تو کاری انجام می دهی، و دیگری سبک پذیرشی که تو فقط دریافت کننده هستی. سبک کنشی در تعامل با بیرون است. اگر پول بیشتری می خواهی نمی توانی همینطوری دست روی دست بگذاری و بنشینی. پول از هوا نمی آید توی جیب های تو برود. تو برای به دست آوردن آن باید زحمت بکشی، تقلا کنی، از دیگران سبقت بگیری، همه جور کلکی سوار کنی و به هر وسیله‌ای قانونی و غیر قانونی، درست و نادرست متوسل شوی. پول بی زحمت به دست نمی آید. اگر بر آنی قدرت را به دست بگیری، اگر می خواهی سیاست مدار شوی، باید در این راه تلاش کنی. این چیزها به خودی خود از آسمان به کاست نمی ریزند. یک سبک کنشی داریم یا همان سبک متعامل و یک سبک غیر کنشی هم داریم. تو هیچ کاری انجام نمی دهی، فقط اجازه می دهی خود به خود اتفاق بیفتد. ما این زبان را فراموش کرده ایم. آن زبان فراموش شده را باید از نو آموخت. انسجام چیزی نیست که بتوان کسب کرد، از قبل همانجا هست. ما فراموش کرده ایم چطور آن را درک کنیم، از سبک کنشی به سبک پذیرشی به سبک منفعل حرکت کن. منظورم این نیست که دنیای عمل را ترک کنی، چون این کار باعث می شود دوباره توازن خود را از دست بدهی و نامتعادل شوی. تو فقط به یک سبک زندگی می کنی و آن کنش است. انجام یک کار. افرادی هستند که نمی توانند حتی تصورش را بکنند که جایی ساکت بنشینند. این برایشان غیر ممکن است. آنها نمی توانند لحظه ای به خود اجازه آرامش بدهند. آنها فقط به عمل علاقه مندند. اگر کاری در حال انجام باشد، توجه آنها جلب می شود. از نظر آنها غروب خورشید چیزی برای دیدن ندارد. تو فقط علاقه داری کاری انجام شود، چیزی اتفاق بیفتد. این علاقه تو بیش از حد تثبیت شده است. باید کمی انعطاف به خرج دهی. باید برای چند لحظه‌ای، چند ساعتی و یا گهگاه برای چند روزی کاملاً وارد سبک دیگری از زندگی شوی. فقط بنشینی و بگذاری که خودش اتفاق بیفتد. وقتی به غروب خورشید نگاه می‌کنی، از تو انتظار نمی‌رود کاری انجام دهی. تو فقط تماشا می‌کنی. وقتی به یک گل نگاه می‌کنی، چه کاری هست که باید انجام دهی؟ تو فقط محو تماشای گل می‌شوی. در حقیقت هیچ تلاشی در کار نیست، حتی در نگاه کردن به یک گل. راحت و بی درد سر، چشمان تو باز هستند، گل همانجاست. وقتی نظارگر و مشاهده شونده هر دو ناپدید می شوند، برای یک لحظه پیوندی عمیق بین آنها برقرار می شود.
بعد زیبایی است که طلوع می کند و باران برکت است که بر تو باریدن می گیرد. و ناگهان نه تو دیگر مشاهدگری و نه آن گل مشاهده شونده، زیرا برای مشاهده کردن باید عملی صورت گیرد. اکنون تو آنجایی و گل هم آنجاست و شما هر دو به نحوی در مرزهای یکدیگر تداخل می کنید. گل وارد تو می شود و تو به گل وارد می شوی و یک بار پرده ها فرو می افتد. نامش را زیبایی بگذار، نامش را حقیقت بگذار، نامش را خدا بگذار. باید اجازه داد این لحظات بی نظیر هرچه بیشتر اتفاق بیفتد. من نمی توانم بگویم باید این لحظات را در خودت پرورش بدهی، خود را برای این لحظات تربیت کنی یا کاری انجام دهی، چون با این اقدام دوباره به استفاده از زبان سبک کنشی روی آورده ای، زبانی که شدیداً به غلط تعبیر خواهد شد. نه، فقط می توانم بگویم که اجازه بده این لحظات بیشتر و بیشتر خود به خود اتفاق بیفتد. گاه کافی است هیچ کاری نکنی، روی چمنها دراز بکش و آسمان را تماشا کن. گاهی اوقات چشمهایت را ببند و فقط به دنیای درونت نظر کن. افکاری که شناور در حرکتند، آرزوهایی که می آیند و می روند. به دنیای رویایی و رنگارنگ درونت نگاه کن. فقط تماشاچی باش، نگو که می خواهم این افکار را متوقف کنم، وگرنه دوباره از سبک کنشی سر در آورده ای. نگو که دارم مراقبه می کنم. افکار من بروید کنار، از سر من بروید بیرون. چون همین که این حرف ها را به زبان بیاوری دست به کار شده ای و روز از نو روزی از نو. یکی از قدیمی ترین مراقبه هایی که هنوز در برخی صومعه های تبت مورد استفاده قرار می گیرد، بر پایه همان حکایتی که برایتان شرح دادم قرار دارد. طبق تعلیمات آنها، گاهی اوقات کافی است که ناپدید شوی، یعنی در باغ یا جایی خوش آب و هوا بنشینی و فقط احساس کنی که داری ناپدید می شوی و ببینی که وقتی غیبت زد، وقتی که دیگر اینجا نیستی و مثل آبی زلال کاملا شفاف شدی، این دنیا چگونه به نظر می رسد؟ سعی کن فقط برای یک ثانیه هم که شده نباشی. در خانه خودت طوری باش که گویی نیستی. فکرش را بکن که روزی تو دیگر نیستی، روزی که از دنیا رفته ای و مرده ای. رادیو روشن است، همسرت هنوز مشغول آماده کردن صبحانه است و بچه ها دارند لباس می پوشند که به مدرسه بروند. خیال کن که امروز از خانت پر کشیده ای و رفته ای، نیستی، به شبحی تبدیل شو، روی صندلیت بنشین و راحت ناپدید شو. پیش خودت فکر کن، من دیگر واقعیت ندارم، من نیستم. ببین در منزل اوضاع چطوری پیش می رود، آرامش و سکوتی عظیم حکم فرماست، همه چیز همانطور که بود پیش می رود. بدون تو همه چیز طبق روال سابق پیش می رود، آب از آب تکان نخورده است. پس فایدهش چیست که همیشه خود را به کاری مشغول می کنی و دغدغه انجام کاری را داری؟ که چی؟ تو از دنیا خواهی رفت و هرچه کرده ای به باد خواهد رفت. درست مثل امضایی که روی شنهای بیابان با وزش باد ناپدید بشود و اثری هم از خود بر جای نگذارد. چنان باش که گویی هرگز وجود نداشته ای. این مراقبه به راستی زیباست. تو در طی 24 ساعت می توانی این مراقبه را انجام دهی. حتی نیم ثانیه نیز تأثیر خود را بر جای می گذارد. برای نیم ثانیه فقط دست از کار بکش و متوقف شو. تو نیستی و چرخ روزگار در گردش است. وقتی این حقیقت مثل روز برایت روشن شد که تو هم که نباشی باز در بروی همان پاش نمی گردد، از بخش دیگری از وجودت که مدتها برای یک عمر مورد غفلت قرار گرفته بود خبردار می شوی. و این سبک پذیرشی توست. تا
تو صرفاً راه می دهی، در می شوی، همه چیز بدون تو پیش خواهد رفت. منظور بودا هم همین است که می گوید شناور باش، همچون الواری شناور خود را به دست جریان آب بسپار، بگذار جریان آب تو را با خود ببرد، تو هیچ تقلایی نمی کنی. روی کرده یک بودایی تماماً از نوع سبک پذیرشی است. به همین دلیل هم بودا را نشسته در زیر یک درخت می‌بینی. همه ی تصویری که او از خود نشان می‌دهد نشستن است و نشستن و نشستن و کاری نکردن. او فقط آنجا نشسته و کاری نمی‌کند. تصویر تو از نوع تصویر عیسی مسیح نیست. او هنوز هم از سبک کنشی پیروی می کند. این همان جایی است که مسیحیت ژرف‌ترین امکان را از دست داده است. مسیحیت به فعالیت روی آورد. در مسیحیت مبلغ مذهبی در خدمت فقراست. او به بیمارستانها سر می کشد، خیریه به راه می اندازد، اعانه جمع می کند، فلانکار یا بهمانکار را می کند و همه ی تلاشش این است که کاری خیر انجام دهد. بله، بسیار خوب، اما او در سبک کنشی باقی می ماند. در حالی که خدا را فقط در سبک پذیرشی می توان شناخت. این است که در مسیحیت مبلغ مذهبی مردی خوب است، خیلی خوب، اما نه یک قدیس به مفهوم شرقی. اکنون حتی در شرق هم کسی که وارد عمل می شود مثل گاندی او را می ستایند، چون شرق فقیر و بیمار است. هزاران جزامی، کور، بی سواد آنجا ریخته. آنها به سواد، دارو، خدمات و هزار و یک چیز دیگر احتیاج دارند. ناگهان آن آدم فعال مهم می شود. بدین سان گاندی یک مهاتما می شود. و این مادر ترزای کلکته اهمیت زیادی پیدا می کند. اما هیچ کس توجه نمی کند که آیا آنها به سبک پذیرشی در آمده اند یا نه. اکنون اگر بودا بیاید هیچ کس او را احترام نمی کند، چون از آن آدم ها نیست که مدرسه‌ای بیمارستانی دایر کند. او دوباره زیر درخت بودی همانطور خاموش می نشیند. نه اینکه هیچ کاری صورت نمی دهد. ارتعاشات عظیمی از وجودش ساطع است. او با نشستن در زیر درخت بودی دنیا را دگرگون می کند. اما برای دیدن آن ارتعاشات باید با آنها همکوک و هماهنگ باشی. باید رشد کنی. باز شناختن یک بودا یعنی در خط بودن، در همان مسیر گام زدن. باز شناختن یک مادر ترزا بسیار آسان است. اینکه کاری ندارد، هر کسی می تواند ببیند که او کار خوب انجام می دهد. کار خوب کردن یک چیز است و خوب بودن چیزی دیگر. نمی گویم کارهای خوب نکن. حرف من این است. بگذار کارهای خوب از وجود خوب تو پدید بیاید. ابتدا سبک پذیرشی منفعل و غیر فعال را کسب کن و وقتی اعماق وجودت شکفت و تو به شناخت محور انسجام درونت دست یافتی که همیشه آنجاست، مرکز همیشه آنجاست، وقتی آن مرکز را باز شناختی، ناگهان مرگ برای تو ناپدید می شود. ناگهان همه نگرانی ها محو می شود، زیرا تو اکنون دیگر نه جسمی و نه ذهن. آنگاه عطوفت و مهربانی، عشق و محبت، دعا و نیایش بر می خیزد و تو می شوی باران رحمت و برکت برای دنیا. اکنون کسی نمی داند عاقبت چنین آدمی چه خواهد شد. آیا می رود تا مثل مسیح انقلابی رباخاران را از عبادتگاه بیرون براند یا به خدمت فقرا درآید؟ یا فقط به نشستن در زیر درخت بودی و نورافشانی هایش ادامه می دهد؟ یا با تبدیل شدن به یک میرا جلال و عظمت خداوندی را به رقص و آواز می نشیند؟
هیچ کس نمی داند. این غیر قابل پیش بینی است. در اینجا همه تلاش من این است که تو را آگاه کنم که به هیچ چیز احتیاجی نیست. هیچ چیز دیگر. در حال حاضر آنجا در درونت آن را داری. اما باید راه‌ها و درهایی برای کشف آن بسازی. باید حفاری کنی. گنج آنجاست. میل دارم فنی را به شما بیاموزم. این فنی بسیار ساده است. اما در ابتدا به نظر دشوار می آید. اگر امتحانش کنی، آن را ساده خواهی یافت. اگر سعی کنی و فقط درباره‌اش بیاندیشی، بسیار سخت به نظر خواهد رسید. فن این است. فقط کاری را بکن که از آن لذت می بری. اگر لذت نمی بری، آن را انجام نده. امتحان کن، زیرا لذت فقط از مرکز، از هسته وجود تو برمیخیزد. اگر به کاری دست بزنی که از آن لذت نمیبری، ارتباطت با آن مرکز قطع میشود. شعف و شادی از آن مرکز نشأت میگیرد، نه جای دیگر. پس بگذار ملاک همین باشد و به این ملاک پای بند باش. تو داری در خیابان قدم میزنی و ناگهان تشخیص میدهی که از قدم زدن لذت نمیبری. توقف کن. همین. این کار نباید انجام شود. در دوران دانشگاه کار من همین بود و مردم فکر می کردند من خولم. ناگهان می ایستادم و برای نیم ساعت، یک ساعت همانجا می ماندم. مگر اینکه دوباره احساس کنم از راه رفتن لذت می برم. استادان من چنان می ترسیدند که موقع امتحان مرا سوار اتومبیل کرده جلوی سالن امتحان درست پشت در پیاده می کردند و منتظر می شدند. آیا من خود را به صندلی‌ام رسانده بودم؟ اگر در حال دوش گرفتن احساس می کردم از این کار لذت نمی برم، دیگر ادامه نمی دادم. فایدهش چیست؟ اگر غذا می‌خوردم و ناگهان تشخیص می‌دادم که لذت نمی‌برم، از خوردن دست می‌کشیدم. در دبیرستان به کلاس ریاضی ملحق شدم. روز اول رفتم توی کلاس. معلم تازه داشت موضوع درس را معرفی می‌کرد. وسط‌های کلاس بلند شدم و سعی کردم بروم بیرون. او گفت: بدون اجازه کجا می‌روی؟ اجازه نمی دهم دوباره برگردی. گفتم: خیالتان راحت باشد. من دوباره اینجا بیا نیستم. برای همین هم اجازه نگرفتم. الفاتحه، من از این درس لذت نمی برم. می روم دنبال درس دیگری بگردم تا بتوانم لذت ببرم. چون اگر نتوانم لذت ببرم، به خودم زحمت نمی دهم. این شکنجه است، خشونت است. و به تدریج این یک کلید شد. ناگهان فهمیدم که هر وقت آدم از چیزی لذت میبرد، متمرکز است. لذت فقط پژواک متمرکز بودن است. هرگاه از چیزی لذت نبردی، از مرکز پرتی. بنابراین به خودت فشار نیاور. هیچ احتیاجی به این کار نیست. اگر مردم فکر کردند مخ تو پاره سنگ برمیدارد، بگذار به همان خیال باشند. در عرض چند روز تو با تجربه خودت به این نکته خواهی رسید که تا به حال چطور خودت را زیر پا له کرده ای. تو هزار و یک کار می کردی که هرگز از آنها لذت نمی بردی و هنوز هم دست از آن کارها بر نداشته ای، چون به تو این طور آموختند که فقط به وظایف خود عمل کنی. مردم حتی چیزهای زیبایی مثل عشق را هم به لجن کشیدند. تو از سر کار می آیی و همسرت را می بوسی، چون این رسمی است که باید به جا آورده شود. اکنون چیز زیبایی مثل بوسه که از لطافت به برگ گل می ماند تباه می شود. دیری نمی گذرد که بدون هیچ لذتی به این بوسیدنها ادامه می دهی. تو فراموش می کنی که از این بوسه یک انسان دیگری هم باید لذت ببرد. در ملاقات با افراد به آنها دست می دهی، سرد، عاری از هر مفهوم یا پیامی، بدون آنکه صمیمیتی در آن جاری باشد.
این فقط دست های مردند که همدیگر را فشار می دهند و به هم سلام می کنند. بعد کم کم با این جست بیروح و سرد اونس می گیری. بعد یخ می زنی، کوه یخ می شوی. بعد می گویی چطور می شود به آن مرکز راه یافت. آن مرکز وقتی در دست رس است که تو گرم و صمیمی باشی و در عشق، شادی، رقص، خوشی و نشاط ذوب شوی و به جریان درایی. فقط به کارهایی بپرداز که واقعا عاشق انجام دادنشان هستی و کیف می کنی. حتما باید چیزی باشد که تو از آن لذت می بری. من هرگز به آدمی بر نخوردم که نتواند از چیزی لذت ببرد. کسانی هستند که از فلان کار خوششان نمی آید. نشد یکی دیگر. نشد باز هم یکی دیگر. زندگی بسیار وسیع تر از آن است که بخواهی فکرش را بکنی. یک جا بند نشو. قوته‌ور باش. بگذار انرژی بیشتری به جریان بیفتد. بگذار پخش شود و با انرژی هایی که تو را احاطه کرده اند بیامیزد. به زودی در خواهی یافت که مشکل این نبود که چطور انسجام پیدا کنی. مشکل این بود که پاک فراموش کرده ای چطور جاری شوی. در بحبوحه جریان انرژی تو ناگهان این انسجام را در خود احساس می کنی. گاه این اتفاق به طور تصادفی روی می دهد. ولی علت همان است. گاهی اوقات عاشق کسی می شوی و یک بار احساس یک پارچگی و انسجام می کنی. برای نخستین بار احساس می کنی که یکی هستی. چشمانت می درخشند. در چهرت بشاشت و تلألوی خاصی جلوگر می شود. ذهنت کندی و تیرگی سابق را ندارد. چیزی در وجودت درخشش می گیرد. ترانه‌ای به زمزمه در می آید. اکنون راه رفتن تو کیفیتی از رقص را به نمایش می گذارد. تو وجودی کاملا متفاوتی. اما اینها لحظاتی نادرند چون ما رمز و رازش را نمی آموزیم. معما این است که این انبساط خاطری که به تو دست می دهد باید به دلیل وجود چیزی باشد. همه معما این است. نقاشی را می‌بینی که با وجود گرسنگی به کشیدن نقاشیش مشغول است، ولی با این وجود از چهرش خوشنودی و رضایت کامل می‌بارد. شاعری ممکن است فقیر باشد، اما وقت سرودن شعر او ثروتمندترین انسان روی زمین است. هیچ کس غنی‌تر از او نیست. سر آن چیست؟ سران این است که او در حال لذت بردن و محظوظ شدن از همین لحظه است. وقتی از کاری لذت میبری، با خودت، با کائنات، هماهنگ و همسازی، چون مرکز تو، مرکز همه عالم است. بنابراین اجازه بده همین درون نگری، همین بینش اندک، روی کرد تو در زندگی باشد. فقط کاری را بکن که از آن لذت میبری، وگرنه دست از آن کار بکش. داری روزنامه میخوانی و اواسط کار ناگهان متوجه میشوی که هیچ لذتی در آن نیست. پس اصلاً برای چی روزنامه میخوانی؟ از سایر روزنامه را ببند و بگذار کنار. داری با کسی حرف میزنی و وسط گفتگو احساس میکنی از این مصاحبت لذت نمیبری؟ مجبور که نیستی ادامه بدهی. در ابتدا کمی نامعقول و عجیب و غریب به نظر می آید. اما من اشکالی در آن نمی بینم. تو می بینی؟ می توانی تمرین کنی. در عرض چند روز تماس‌های متعددی با آن مرکز حاصل خواهد شد و آن وقت متوجه خواهی شد که چرا بارها و بارها تکرار کردم، آبی که تشنه لبان به دنبالش می‌گردی در کوزه وجود خود توست. در آینده نیست. اصلاً با آینده کاری ندارد. پیشا پیش همینک همینجاست. پرونده است که در جریان است. هنگامی که تولد و مرگ یکی می‌شوند. صفحه 196. همین الان درختی کهنسال
درست کنار منزلم در زیر باران به رقص در آمده و برگهای خشکیده و پژمرده‌اش با وقار و شکوهی بی حد و حصر با زیبایی تمام به روی زمین می افتند.